سلام عزیزان با یک رازگاهان دیگه در خدمت شما هستم و مطلبی رو از کتاب احیای روحانی براتون میخونم این یک کشیشه که داره اینو مینویسه پشت میز کار نشسته بودم و متنی از کتاب مقدس رو که بارها و بارها خونده بودم توجه هم جلب کرد اون بخش از زندگی عیسی که شروع به پاکسازی هیکل میکنه اون رو میخوندم لحظه ای صحنه ای رو تصور کنید شاگردا با دهانی باز و چشمایی گشاده از روی تعجب در اونجا ایستاده بودند میتونم تصور کنم که تعدادی از اونها با خودشون چنین میگفتند آیا این کمی زیاده روی نیست؟ شاید یکی از اونا به, دیگه دیگری به دیگری می میگفت این کار شهرت ایسا رو خدشدار میکنه. شاید یهودا از اینکه عیسی چنین کاری میکرد خجالت زده شده بود و دیدن این صحنه ها باعث شرمندگیش میشد. صحنه ای رو تصور کنید که در اون عیسی به طریقی که انگار مالک اون, اون مکانه که واقعا هم بود اما اونا نمیدونستند. وارد هیکل میشه شروع به واژگون کردن میزها میکنه و یقه افراد مختلف رو میگیره و به اونا میگه اجازه ندارند در هیکل داد و ستت کنند به صورت اونا نگاه میکنه بهشون میگه هیکل رو ترک کنند ملایمت و م... پرهای پرنده ها در هوا پخش میشه سکه ها به زمین میریزه آرامش هیکل تبدیل به هیاهو و آشوب میشه. و عیسی اونا رو سرزنش میکنه و میگه اینجا بیشتر شبیه مرکز خرید تا هیکل خدا تاکید بیشتر بر خرید و فروش تا بر دعا هر کدوم از فروشنده ها به شدت حق خودشون میدونستن که اجناس خودشون رو به هیکل ببرن و این گونه کار خودشون رو توجیه می کردند. در واقع اونا خدمتی قانونی به مردم ارائه می کردند. اونها بر افرادی که برای گذراندن قربانی به هیکل کلمی اومدن، حیوان می فروختند. هم همینطور، دلیلی برای بودن اونجا داشتند. پس به مکانی برای تبدیل پول خارجی خود به پول رایج مردم احتیاج داشتند. ولی عیسی مسیح رو دوست نداشت جالبه که عیسی اجازه نداد هیچ کالایی در هیکل خرید و فروش بشه دقت کنید که عیسی نگفت که خانه ای او باید خونه معزه، تعلیم یا پرستش یا خدمت باشه یا برنامه های مختلفی اونجا اجرا بشه روح القدس توجه منو به سخنای عیسی جلب کرد که گفت مگر نوشته نشده که خانه من خانه دعا برای همه قوم ها خانده خواهد شد. لیست برنامه های کلیسایی که روی میز کارم بود رو برداشتم. اونا رو مرور کردم ببینم چند فعالیت در طول هفته داریم. لیست ما پر از برنامه های خدمتی، کلاس ها و جلسات مختلف بود. ما کلیسایی با خدمات گوناگون بودیم و به خودمون افتخار میکردیم. اما به یاد میآورم که با خودم چنین فکر کردم هیچ کس به ما نخواهد گفت که کلیسای ما خانه عبادته سپس روح القدس نور خودش را در زندگی شخصی من تابوند فکر بعدی که به سراغم اومد باعث آزردگی روحم شد هیچ کس من و هم مرد دعا نخواهد خوند. از وضعیت خودم توبه کردم. میدونستم که در میان چیزی باید تغییر کنه. واقعا نمیدونستم چطور باید زندگی دعایی ضعیف و مریض خودم رو تغییر بدم. خدا رو شکر ما هم زندگی دعاییمون بعضی وقتا خیلی مریضه و خیلی نحیفه زندگی دعاییمون مریضه به خاطر اینکه فقط درخواست میکنیم فقط برای خانواده های خودمون و دوستامون و اینا دعا میکنیم و درخواست میکنیم دعا خیلی عظیمتر از درخواسته دعا در حضور خدا بودنه با خدا صحبت کردنه تغییر کردن در حضور خداست چه لذتیه در دعا من خدا رو شکر می کنم که در حضور خدا زندگی من عوض شده نه اینکه میخواستم دعا کنم اون موقع مجبور بودم دعا کنم خداوند بعض وقتها اجازه میده ما در شرایطی بیفتیم اجازه میده در تنگناهایی بیفتیم که غیر از دعا هیچ چاره ای نداریم و وقتی که دعا میکنیم میبینیم که خداوند زنده است و در اون تاریکی قلب ما میاد و وارد میشه و قلبهای ما رو لمس میکنه شکر کنیم او رو برای کار عظیمش خداوند تو رو شکر میکنم تو رو میپرستم برای اینکه خانه تو باید خانه دعا باشه امروز دعا میکنیم ای خداوند در حضور تو هستیم و میخواهیم که تو خداوند زنده بودن خودت رو محبت خودت رو عظمت خودت رو قدرت مطلق خودت رو دانایی مطلق خودت رو خداوندا این که همه جا حاضر هستی اینو به ما ثابت کن این رو فقط در دعا میتونیم درک کنیم شکرت میکنم و تو رو میپرستم که موقعی که دعا میکنیم به حضور تو میاییم خداوندا تو جواب میدی هر جا که دو یا سه نفر به اسم تو جمع بشن تو اونجا حاضر هستی هاللویا و الان همزمان بیشتر از سه نفر ما اینجا جمع شدیم و در حضور تو دلهای خودمون رو متحد کردیم پدر میخواییم به نام ایسای مسیح امروز در دعاهای ما حضور داشته باش آنچه که می طلبند عزیزان من هر جا که هستند ای خداوند در همین لحظه به نام ایسای مسیح میخواهم به آنها جواب بدی جواب مثبت بدی ای خداوند هر جوابی بگذار در دلهای اونها پیامی باشه خداوندا که احساس کنند که تو وجود داری تو میشنوی و تو صدایی داری که جواب میدهی خداوندا همیشه جوابهای ما عمل تو نیست بعضی وقتا جوابهای ما صدای توست و اون صداست که میمونه اون صداست که ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم و در زندگی ما تاثیر میذاره خداوندا شکرت می کنم برای وجودت و می تو ما رو مبارک بسازی به نام ایسای مسیح. آمین.